معلوم است که فوتبال بازیگران را خیلی سخت نزدیک به هم میکند، اما حالتهای میشود که مناسبت دوستی به یک چیزی از این بیشتر تبدیل میابد. بسیار از فوتبال‌بازان را از جنسیت غیر مقرری داشتنشان یعنی مخنثی شبه میبرند، اما فوتبال‌بازانی که چنین بودنش را پنهان نمیکنند کمتر از 10 نفرند. خاطر رسان میکنم که این ویدیو با یاری ادین ایکس بیت میبراید. دوستان ما از ادین ایکس بیت کیفیت های بلند و بونوس های گوناگون رو پیشنهاد میکنند. در آن رجیستراسیون کنید و صاحب بونوس شوید. سلک بازی رو من در تای کامنتار این ویدیو میمونم. در اومد دیگه بونوس ها با پرومو کد تاچ فود ادین ایکس بیت برای آدمان نو تا 6000 روبل بونوس میدهد. امکانات رو از دست ندید. از ستاره پیشترهای منتخب گرمانیا آغاز میکنیم که او در سری آ بوندس لیگا و پریمیر لیگ انگلیا بازی کرده است. توماس خیچپرگر دست پرور باواریا مونخن کاریرش را در استون ویلا آغاز کرده است، اما دوره بهترین فوتبال بازیاش به دوره هنرنمای او در شتوتگارت میآید. پس از 13 سال فوتبال بازیاش او در 31 سالگیاش کاریرش را تمام کرد و ما از پس رفتنش از فوتبال او خواست به گی بودنش اقرار شود. این دوره دور و دراز و مشکل بود. تنها سالهای اخیر من در حقیقت فهمیدم که زندگی کردن با مرد دیگر با من پسند است. اقرار شد توماس و به یکی از مشهورترین فوتبال‌بازان مخنث تبدیل یافت. اکنون معلوم شد که 4 سال 2008 توماس یک ماه پیش خانه‌دار شویش با دوست دخترش از این مراسم دست کشید. ماه یونی این سال باز یک فوتبال‌باز گی زیاد شد. یکی از اولین فوتبال‌باز چمپیونات آمریکا که مخنث بودنش را پنهان نکرد کولین مارتین گردید. نیم حمایتگر 23 سالای مینیسوتا یونایتد چند سال پیش در این باره با والدین، دوستان و همدستگانش نقل کرده بوده است، اما تنها اکنون به قرار آمد که گی بودنش را به همه اقرار شود. ماموریت MLS فوتبال‌باز را دستگیری کرد و گفت که دیگر مخنثان از او عبرت گیرند، اما اقرار شوی نه همه فوتبالیستان خوب قبول کرده می شود. مثال جاستین فاشم. جاستین اولین فوتبال‌باز می باشد که به مخنث بودنش اقرار شده است و همچنین اولین بازیگر سیاه‌پوست که نرخ ترانسفریش به 1 میلیون فوند برابر شده است. سال 1990 این فوتبال‌باز اقرار شد که او گی است، اما مردم این را خوب قبول نکردند. جاستین زود دستش را عوض میکرد و سال 1998 بنابر سبب تنقید زیاد از طرف فوتبال‌بازان، مربیان و روزنامه‌نگاران به خودکشی دست زد. بعد از چند سال باشگاه نورویچ سیتی فاشن را یکی از بهترین فوتبال‌باز این دسته نامید. بازیگر نوبتی در روی خط گی های آنتون خیوسن شویدی می باشد. او پسر سابق فوتبال‌باز لیورپول گلن خیوسن بوده، اما که در 20 سالگیش روی خط مخنثان را پورا کرده است. پدرش او را دستگیری کرد و حتی گفت که با پسرش افتخار میکند، اما گلن در حراز بود که این قرار پسرش به کریر فوتبال‌بازیش تاثیر منفی نکند. متاسفانه چنین شد. او از فوتبال دست کشید، اما نه از سبب تنقید مردم، بلکه از سبب آنه که او را بسیار به برنامه های تلویزیونی و فوتوسسیا او برای ژورنال ها دعوت میکردند. فوتبال‌باز جوان امیدبخش آمریکایی روبی راجرز به قرار آمد که در 25 سالگی کریر فوتبال‌بازیش را تمام کند، نه از سبب آنه که بسیار جراحت میبرداشت، بلکه از سبب اقرار شدنش در مخنثی. اما این فوتبال‌باز را سرمربی لس آنجلس گلکسی دلبرداری کرد و به فوتبال برگردانید. پس از اشتراکش در زیاده از 80 بازی او اخیرا ترک فوتبال کرد و خواست خود را به آیله بخشد. سال 2017 او با کارگردان و سناریونویس سلسله فیلم های استرلا فلش بریک برلانتی آیله برپا کرد و آنها همچنین صاحب یک پسر شدند. سال 2011 لیدری دسته راسینگ جوناتان دفالکو اوید مخنث بودنش به همه نقل کرد و در سن 27 سالگیش از فوتبال رفت. چخلی که بعدا معلوم شد جوناتان فوتبال رو برای اون تر کرد که تا اکتیوری پورنا فیلم ها شود. ستانی فالکون ماس با انامین نام او رو مخلصان میشناسند. جوناتان اخراج شد که پیشتر او با دخترها وامی خورد، اما او رو همیشه از مردها خوشش میامد. مارکوس اوربان علاکه در خردسالیاش با آسمان رنگ بودنش اقرار شد. سرمربی ها می گفتند که آینده او در فوتبال درخشان است. او همیشه با منتخب نورسان گرمانیا شرقی دعوت می شد. در بوندسلیگا 2 زیاده از 100 بازی انجام داد و همه این تا 20 سالگی. ماز در این سن و سال مارکوس خود فوتبال را ترک کند، زیرا از پشت گی بودنش همه او را پاس می زد. حالا باشد مارکوس فعالانه برای حقوق مخنثان مبارزه می برد. و اخیران فوتبال‌باز در این رویخط رفیق میشل پلاتینی در منتخب فرانسیا و دسته نیتسا اولیویر رویه. سابق فوتبال‌باز لیون و استراسبورگ تنها پس از انجام دادن کریر فوتبال‌بازی و مربیگی اقرار شد که او آسمان رنگ است. اولیویر چنین بودنش را پنهان میکرد و حتی دوست دختر قلبکی داشت، اما سال 2008 که اون وقت او علاکه در تلویزیون همچون اکسپرت فوتبال فعالیت میکرد، او خواست به گی بودنش اقرار شود.
دوستان شما در کامنتار نویسین کدام بازیگر حاضر با گیم مانند است و حتما در کانال فوتبال داران آبونه شوید. با شما بود محمد گایروف. خیر تو بازدید.